رینا امیری نماینده ویژه آمریکا برای زنان و حقوق بشر در افغانستان گفته که رفع تحریم‌ها بر امارت اسلامی بستگی به تغییر رفتارشان دارد. خانم امیری در گفتگو با بی بی سی گفته که امارت اسلامی در برابر مردم افغانستان به ویژه بانوان رفتار ظالمانه را در پیش گرفته. همزمان قلندر هباد سرپرست وزارت صحت یکی از دلیل‌های اساسی بسته ماندن مکتب‌های دخترانه را چالش‌های اقتصادی و مسدود ماندن پول‌های افغانستان عنوان کرده است. اسدالله حکیمی گزارش می‌دهد. انتقاد آمریکا از عملکرد امارت اسلامی. نماینده ویژه آمریکا در امور بانوان و حقوق بشر می‌گوید حکومت کنونی افغانستان رفتار نادرست با مردم به ویژه بانوان و دختران در پیش گرفته است. رینا امیری در تازه ترین گفتگویش با بی بی سی می گوید رفتار ظالمانه امارت اسلامی با مردم افغانستان سبب وضع و ادامه تحریم ها شده است. آنچه تحریم ها را ادامه می دهد سیاست های طالبان در برابر مردم افغانستان است. آمریکا و جامعه جهانی در کنار مردم افغانستان است. طالبان زنان افغان را نادیده گرفتند. این سرکوبگرترین رژیم در جهان است. همزمان با این سرپرست وزارت صحت یکی از عامل‌های بسته ماندن مکتب‌های دختران را چالش اقتصادی عنوان می‌کند. قلندر عباد می‌گوید پول‌های افغانستان در بیرون از کشور مسدود شده و بازگشایی مکتب‌های دخترانه نیاز به بودجه دارد. من فکر می‌کنم یکی از دلیل‌های اساسی مشکل اقتصادی است. همان طوری که شما می دانید تمام پول افغانستان در خارج مسدود است. بنابراین به هدف ایجاد زیرساخت ها برای آموزش دختران، پرداخت معاش آموزگاران و کارمندان زن نیاز به بودجه است. با این حال ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل خواستار رعایت حقوق بانوان در افغانستان است. به گفته ای او زنان نصف جامعه افغانستان را تشکیل می دهد و نباید نادیده گرفته شوند. من در کنار زنان و دختران افغانستان هستم. صدای آنان نباید نادیده گرفته شود. زنان نصف نفوذ افغانستان را تشکیل می دهند و آنان افغانستان را می سازند. نزدیک به یک سال می شود که دختران بالاتر از سنف ششم از رفتن به مکتب محروم هستند. اما در نشست عالمان دین که دو روز پیش در کابل برگزار شد، هیچ زنی حضور نداشت و در قطعنامه آن هیچ اشاره‌ای به بازگشایی مکتب‌های دخترانه نشد. اما عالمان دین خواستار رفع تحریم‌ها و آزادسازی پل‌های افغانستان شده است.